این حرفای سیاسی حکومت ها رو اینها میان در این مجالس میگن و جوان ها رو میگیرن برای چی؟ اصلا کلن مدداهی های دوپس دوپس رو برای چی رو انداختن؟ نه فقط مدداهی دوپس، هر مدداهی که به وجود داره میاد، بیشتر برای اینه که بتونن از توی اینها یه سری خر پیدا کنن برای مدافعین حرم، لشکری آماده کنن برای مدافعین حرم، که همین کارم اتفاق افتاده تا الان. یعنی خیلی از اینها رو از اینجا بردن، این جوانای احمق یاره 18 سالشه دیگه، رفته زیر پای این نشسته، بعدش هم یا حسین علکی کرده و هیچی هم از حسین نمیدونه و ریستارت هم که گوش میکنه مخالفه، نمیفهمه دیگه، تا الان ریستارت پخش نشده که الان 700 ساله تازه داره پخش میشه، مخالفه. و همین خاطر باهاش اینو میبرم برای این همون خرس، این پا بچه‌ای تو که الان خانم فرستادی توی این زیر این اون تکیه گل فرستادی، این همون بچه خره آینده است که قراره بره کشته شه، چون میدونی که به زودی میخوام به عربستان، به زودی یه کشتی از عربستان میاد 1 متر و نیم تو، ما اصلا با عربستان هم مرز نداریم که بگیم، با عراق مرز داریم، با عربستان که نداریم که مرز، و نه الان یه دونه کشتی میاد 1 متر و نیم تو آب خلیج فارس میاد یه تکون میخوره، بعد اینا یه شلیک میکنن، اما بچه های خره تو بعد برن کشته شن، و ایرانی های باشور که نمیدن کشته شن، که بچه های خره تو رو دارن میبرن آماده میکنن، که واقعا هم بچه های خره تو، واقعا اگه میخوای ناراحت هم بشی ناراحت شو آقا، بذار من کارم شومنه، من که سیاست مدار نیستم، که من کارم شومنیه، یعنی تپاندن آگاهی به جامعه، این خودش نکته است. حالا درسته دشمن زیاد داریم، درسته که رادیومون پدرشو در آوردن، درسته که با ما مخالفن، ما اصلا همه با ما دشمنن، اینا قبول دارم، ولی من یک حالا رادیوم بسته شه بیاد پایین بکشیم پایین، زوراتونو بزنم نه من نمیدونم، من تا اونجا که در نفسم هست و تیمی که اینجا هستن تا اونجا که در نفسشون باشه برای آگاهی مردم تلاش کردم و میکنم، و 12 سال نذاشه این حرفا پخش بشه. اگر بفهمی این جمله رو خیلی مهمه، که 12 سال محبوب ترین آدم تلویزیونت اومد بیرون، هیچ تلویزیونی راش نداد، یعنی تلویزیونایی هم که به من را دادن بدبختا نون شب محتاج بودن، و هیچ کس نیومد سرمایه گذاری کنه که ما حرف بزنیم. اینو یادت باشه، این اگه بدونی میدونی که این چه مطال چه طلای این جملات که خداوند داره به من و تو لطف میکنه، اون خدایی که حالا تو اعتقاد داری یا طبیعتی که بی خداهای عزیزمون که بسیارم با سواد دوست داشتنی هستن، اونایی که باسم، اونایی که متأسفانه بی خدا رو من دوستشون ندارم، اونایی که دیدید که همیشه دفاع کردن، اونایی که بی خدا هن اما خرد دارن، میخوان فکر کنن، آفرین، اینا شعور دارن و فهم دارن و ما دوستشون. به هر حال کار اصلی که اینا دارن میکنن تخریب تفکرات تجزیه است، دارن تلاش میکنن برای تجزیه، تبدیل بعد با جوک ها توهین هایی به تمام، من نمیدونم واقعا، من اصلا نمیدونم چی بگم واقعا، و به هر حال هدفشون جذب جووناست برای اهداف سیاسی داخل کشور، و انشالله آماده میکنن برای تجزیه ایران که جنگ رو شروع کنه. اصلا کار مداهای الان تو این 7-8 سال کلن 10 سال اینه که میدونستن که مردم جنگ بشه دیگه نمیرن، پس باید نگاه کن به حضور پررنگ شدن مداهی با حضور احمدی نژاد، با حضور سیدی ظهور نزدیک است، با حضور حمله به تصوف و عرفان، با حضور توهین به مولوی و شمس و حافظ و سعدی و خیام و فردوسی و اینا. خوب نگاه کنی میبینی اینا همه به هم ربط داره، خوب نگاه کنی میبینی که متاسفانه خوب نگاه نکردیم. باهاتون خداحافظی میکنیم و مرسی که این برنامه رو گوش کردین، خیلی حرف داشتیم که دیگه میذاریم تو مداهی 3 یا برنامه های دیگه. من باهاتون خداحافظی میکنم با طرف علی زندیفرم که اون وره و دوستای دیگه، من خداحافظی میکنم، خداحافظ. شنوندگان و بینندگان عزیز تا برنامه بعد، خدا نگهدار.